ببین یه بار دیگه خودت و خانواده دوربر خونه من آفتای بشین با این دستام خفت میکنم. این چه خونه‌ای بود بابات به من داده؟ سرکار دیدی تهدید به قتل کرد. بگیرید سیبیلاشو بزنید. من گفتم باش ساقا. برو آقا، پاپ برو تو تا. چاشاش. سرکار جون، می‌بینی چه بلایی به سرم آورده؟ شما نمی‌دونید. درون میاد جان سرکار. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ بشین. دست شما درد نکنه، من همینجا راحتم. من ناراحتم، بشین. به به. بعد می‌فهمیدم از روز اول. پس بیا چک بدم و آدرس بدم و اینا همش علکی بود نه؟ آدم فروش. ببین درست صحبت کن. من کاری کردم که جناب سربان بهم گفت، میفهمی؟ جناب سربان گفت؟ بله. خواهی جناب سربان گفت اشکالی نداره، ولی تو کلا موضوع خود باش جیجو. شما بیرون باش. چشم. رفتی بیرون یک کلیه رو بفروشی. دیدی لپ منو گرفت. نگفتم مشکل داره. جواب سرما یادتون باشه هم لوپمو کشید همونجا بی احترامی کرد. اینو زمینه پرونده‌شو کنید. خیلی خوب اجازه بده. بذار اینجا شروع کنم. پدرت کجاست؟ کدوم پدرم؟ آها نه مطلب اینه که بابا شما جواب شما خودتون مشغولین ها. یادتون نیست ما اون دفعه اومدیم چه شما خواهر مادر ما رو دیدین که با ما اومده بودن عکس بابامون رو جر دادیم دادین دستتون. یعنی گم شد دیگه، ما هم نمی‌دونیم کجاست. اینا رو می‌دونم. می‌خوام ببینم تو چی می‌دونی. ما هیچ نمی‌دونیم. چی می‌دونم؟ اگه میدونستم که نمیاد میگیم بابام گم شده. بذار یه جای دیگه شروع کنم. پدرت غیر از مدیریت دیگه چی کار میکنن؟ صبح که میرفت سر کار، اگه نمیرفت دوش میگرفت میزد از خونه بیرون، حالا به هوای سونا، استخر، جکوزی، الباتی با دوستاشیم بر اون ور، حالا میگفت کوه میریم، ماهی میریم. منظورم یه شغل دیگه است. نه همین یه دونه شو درست انجام بده، دومی پیشکشش. نه مال این صحبت ها نبود. بذار از اول شروع کنم. پدرت کجاست؟ ببین جناب سربان شما یه زحمت میکشین از جای مختلف شروع میکنین، ولی من نمیدونم واقعیت. یعنی اگه میدونستم عمرم به شما میگفتم کجاست که شما رو گمراه نکنم. من که آدم چیزی نیستم که بخوام به شما دروغ بگم. حالا چی شده که سوالا رو من میپرسین؟ ما ماشین پدرت رو پیدا کردیم. ماشین پدرت رو توی یکی از جاده‌های فرعی اطراف شهر پلیس بهش مشکوک میشه و متوقفش میکنه. بابام چی؟ بابام پیدا میکنین؟ سرنشینان اتومبیل دو نفر آدم سابقه دار بودن که داشتن با ماشین باباتون مواد جابجا میکردن. مواد؟ با ماشین بابای من؟ البته اون دو نفر مدعی ان که ماشین رو پیدا کردن و از بابات خبری ندارن، اما ما بهشون مظنونیم و تحقیقات هنوز ادامه داره. خب وقت بابام چی میشه این وسط؟ احتمال سوء قصد به جون پدرت خیلی دور از ذهن نیست. خدا چی کار کنیم؟ یعنی بابام کشتم؟ عرض کردم احتمالش هست. اصلا چیزی هنوز معلوم نیست. پدر دشمنی، بدخواهی، کسی که بهش مظنون باشی نداره؟ ببین جا سرما پدر من به حال مدیر عامل شرکت خیلی خفن بود. آدم ها میگم که شرکت خفن دارن به حال دشمنی، مظنونی چیزی دارن دیگه. ولی البته میدونی یه دوستی داره آقای صدری، اون رفیق جینگ بابامه، همه جیک و پوک بابام اون میدونه. من زیاد در اطلاع اینجور چیزاش نیستم، فقط میدونم گم شده. شماره آقای صدری رو بنویس. همین پایین گوجه اونا بنویس. اینجا ننویس، اینجا بنویس. اون خریده امشب بود نه؟ دو کیلو گوجه نیست. مزه نپرون. این جلوتر یه بازار روز هست آجا. بنویس. چش چش. فقط اگه تلفنشو جواب نداد اس ام اس بدین، چون این همیشه بیشتر رو ویبره است. بله. از میخوام جواب سر این ماشینی که پیدا کردین چیه؟ برای چی میخوای بدونی؟ میخوام بدونم ماشین منه یا ماشین خود آقا جونمه. فور ویل. نه ماشین خود آقا جونم، من تو ویله. دست شما درد نکنم. میخوام من خودم شمارمو بدم، اگه کار چیزی بود به من تماس بگیرین. بگو بنویس. بناس. فقط صبح زنگ نزن چون خواب. اس ام اس برات میذارم. دست شو نکن. اگه امری نیست من مزاحم نشم دیگه. فقط این اون آقا پسری آقای پسری درست نیست ها. بفرمایید. من. آقا ببخشید من پول نقد ندارم، با کارت میشه حساب کنم. اشکال نداره. رمزتون لطف کن. 20 20. حسابتون خالیه خانم. نه حتما اشتباه زدین، یه بار دیگه میزنین کارت مامانم پره.
متاسفم خالیه حسابتون. چی شد سارا؟ چی میگن خالیه؟ اسکان نه تو بر کنار من حسابتون کنم. نه چرا شما دایی؟ نه من یه قرون حاضر نیستم برای بابات پول خرج کنم. این پولی هم که دارم میدم از طرف تو دارم میدم. دستتون درد نکنه با زشته. مامان خودش الان میاد. زشت اینه که دایید اینجا وایساده میخواد دست بکنی تو جیبت. معلوم اینه. چقدر؟ دایی چرا داد میزنه؟ چه خبره آقا؟ مگه تو سرمش خاویار ریختین؟ آقا اینجا بیمارستان خصوصی ها. خصوصی باشه، دو ساعت مریض ما اومده برای درمان. اگه مرده بود پول خونش رو می‌خواستیم بگیریم. قیمتش همینه دیگه. اگه ارزون بود که یه فکری به حال خودم می‌کردم. من پول زور نمیدم. ای حالا این نفر بدین تو. پول ندارم بدم. ای داری دایی دایی میرم می‌دازم. من خودم یه جور تخفیف بگیرم. بیا. آفاق ما. چه نمیای شما؟ چی من مثلا که پول زیاد شده دایی نداره بده. او کارت دادم بهت که. میگن خالی اعتبار نداره. خالیه چه 2 میلیون توش پوله. اون دروغ که ندارم میگم سه بار کشید دیگه چی. بلد نکنم اردشیر دراز دست تو اینم دست برده. دایی گناه داره بابا مریض شده. اردشیر فیل نمی کنه. آره. سب کن ببینم بیا. بده اینجا خودم حساب میکنم. پول دارم بیا. زود بیا یا. خیلی خوب باشه. اردشیر کلافه شده. باشه. داداش یه زنگ بزن به مموقعزه بیا گوچی شده. باشه باشه. شما برید. داداش یکم قیمتو بکش باییم. این آدم سر تا پاش انقدر ارزش نداره که من برای یه ساعت درمانش دارم انقدر پول بهت میدم. بکش باییم. ببین موقع جامعه کردن کوله خانم هم دیده بود. خیلی خوب باشه. بیل کن. شما دیگه میتونید تشریف ببرید. خیلی ممنون. شما خوشو بیا. خدا بخش. همین الان با این بنده خدا پا میشی میری دم خونه تموم مدارکش و سعی و سالم تحویلش. چشم چشم. چون شما میگی چشم. وگرنه به خودش که بود. البته من نمیدونم وصلش کجاست. وگرنه حتما میدادم خدمتشون. ببین بگو میدونم ولی نمیخوام بگم. میدونم نمیخوام بگم. چون سرکار رحیمی این آقا رو ببر بازداشت. نوکرتم بابا شوخی کردم. بابا چمن شوخی نداری چشم. میدم بابا دو تا سیدی خالتو دستمو داره میخوام چیکار. جناب سرایی مامورتون رو بفرستین بیاد مدارک ما رو بده. این زور بالا سرش نباشه هیچ کاری نمیکنه. حواست جمع کن زیرابی نری که با من. یعنی جف میده الکی. میخواد مامور شما رو بیزی کنه چشم. خدا اینجا اومدی دوم در آوردی ها. کدومه؟ چی داشت شما؟ داریم میریم بیرون تو دوم در آوردی. آقای دانیال خان مخلصم کامران خان اومدی واسم سند بذاری؟ آره جون خود بی غیرته. اینجوری می‌خواستی دختر من خوشبخت کنی؟ من چه شوخی دارم یاد دارم پدر دنم. ولی من با هیچ شوخی ندارم. تو خیال می‌کنی من نمی‌دونم تو اون بابای کلا بردارت واسه پولای من چه نقشه کشیدی؟ بابا کامران خان نقشه کدومه؟ ماشین بابای منو دوز برده بود. بردار زحمتکش نیرو انتظامی زحمت کشیدن پیدا کردن. دست بردار خودتی. یالا را به منو برپیشش. پیش کی؟ بیا 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 بشیش. ببینیم اصلا کجا؟ کجا می‌ری؟ بیا اصلا تو می‌خوای بیا دنبال ما. راسته میگن طلبتو میخوایی بگیری کمتره گدایی نیست الان حکایت منه بدبخته. ببین جلو همین دوستت بهت بگم با این دوست من نه چلوش نگوی آویزون ماست. حالا هرچی شاید بتونی یکی دیگر رو کلاب بذاری سرش. من یکی رو نمیتونی داداش. بابا باور کن به جون کامران من خودم رو هم خبر ندارم این ماجرا. آقا ببخشید کمکی از دست من ساخته؟ نه عزیزم شما بشین اونور بیرون نه. آقا راستشو بگو قضیه فروش خونه چیه؟ این بابات میخواد با فروش خونه و پول من اینا در بره بذاره بشه کاره. شما کجا میدونی؟ میخواد فرار کنه؟ نه بابا قضیه فروش خونه رو میگم. ببین جوجو من مور از ماست میکشم زرنگتر از نرفم هنون ننش نزاییده بخواد سر ما رو کلا بذاره. چرا حالیت نمیشه؟ ببین منم اینجوری هم مدارکم رو نخواهی بدی قاطی میکنم. ببین مدارکی تو رو من بهت میدم اون برا نگاه کن. گفتم ما داریم صحبت میکنیم. باور کن به جون کامران من خودم خبر ندارم. فقط میدونم صدی حرف از یه معامله چرب و چیلی میزد. نمیدونم میگو بابا جد... ببین حرفا قدیمی شده خودتی بچه جون. تو خیال میکنی من نمیدونم بابا در ترس گندی که بالا آورده میخواد در بره؟ جند کدومه؟ شما که بابای منو میشناسی پاشو بذار روی مورچه 3-4 روز عذاب وجدان داره وقت بیاد مال شما رو بخوره. آخه باباتو بگم ببین میگیم بزنم کنار شله پلت کنم راستشو بگو. آخه من چه میدونم بابام کجاست؟ بابام یا رفته خونه یا چه میدونم شرکت یا پیش دوستاش یا این باشه یا اون بره. باشه باشه ببخشید این بحثی که میکنین به مدارک منم مربوط میشه. ببین یه بار دیگه حرف مدارکو بزنی مدارکو لوله میکنه. ببین حرف منو ببین الان میریم خونه دیگه. الان میریم خونه معلوم میشه دیگه. بریم فقط اگه بابا خونه نبود نگی که تو گفتی ها. بریم اصلا نداره. بریم مدارک من که خونه است. آقا چیزی نمیگم ساکت باشین دیگه. آقا شخصیت داشته باشه. مگه اتوبوس از استادیوم در اومدی؟ شما پروش کردی دیگه جلوی اداره بعد میرن بشینیم برسیم خونه دیگه. میرسیم خونه الان معلوم میشه دیگه. میبینم یه من ماست چقدر کرده داره. 50 میلیون تومان خودم کردم که لعنت بر خودم. چی پیاده بشی؟ مدارک هم میخوام بشی من مدارک تو میارم دیگه. ببین
اینجوری حرف بزنی کلامو میره تو هم. اصلا برای تو میخوای چیکار کنی؟ آقاجون به جای حرف پر در باز کنه. اینجا وایس ببین در باز کن. در باز کن ببینم. حالا خواهم میگم شما حالا عصبانی شما برو خونه بابامو کادو پیش فردا چارقاش میارم تبلتون تو. در باز کن قربان شکلت. عجز تو برده در باز. نکنم چیکار میکنی مثلا؟ میگم در شوخی باز ندارم. باز کن. لا لا کارغزی مهمون داریم کارخان اومده بفرما مهمون حبیب خداست بفرما قدمت رو چش سلام سر کو میره کجا در میره برو مداری که من جان من به تو برم الان این کامنا میاد چیکار من سفره میکنه برو سفره مفره من حالم نیست برو من اصل مداره که تو با کوپش و فره واسه میارم من همین الان مداره که تو برم چرا داری زبون نخ صدا خند نمیاد تو میخندن آره بابا بابا اومده میترسیدم دیگه نبینم دانیال جون مادلمون هزار راه نرفته رفت از شما کجایی؟ من پیش تو آقا جون سالمی؟ آره قربونه گرم آقا جون ماشین منو چیکارش کردی؟ ماشین تو فروختم فروختی؟ بله فروختم من قربونه تو برم این همه خرج اون ماشین کرده بودم این همه چش دنبال اون ماشین بود برای چی فروختی؟ اتفاقا یکی از اون چشما قیمت خوب گفت منم ردش کردم رفت آخه ما الان وسط زندگی و بدون وسیله آخه آقا ناراحت نشو پسرم یه دونه نوشو برات بخرم عالی یکی دو ماه دیگه ما صرف کنیم باش گل گلی بکن باش گل گلی بکن بفرمایید بالا بله سلام ماما نه بابا یه ساعت رفته تو هنوز نیومده بیرون چه میدونم چیکار میکنه یه آقا هم از جا رد شد عذاب مذاب نداشت نزدیک جا دزدا منو بگیره نه خیالتون راحت باشه تا چند دقیقه دیگه نیاد بیرون خودم باید در میرم از دیوار میرم بالا یه جوری میرم تو خونه دیگه باشه باشه خداحافظ نه بابا بابای من خوابیده بابای تو داره ماساژش میده پایت نره دیگه یه در مکنم نشکنه کمرش نشکنه یه بخوابون خواب نده بسته دیگه پاشو قدر میشنم دیگه پاشو بشین دیگه نمیشکنی ندارم داشتم چی میگفتم داشتم میگفتم آره هیچی دیگه قرار بر این شد که ساعت 4 برم بونگا با بونگا یا به اتفاق با هم بریم چند تا خونه ببینیم خب چه خونه های آفاق ببین بزرگ بگو چند متر چند متر 600 متر 600 متر مربع نه خیر مکعب مربع دیگه که بچه هم بتونن توش گل کوچیک بازی کنن بیا و برو شیک مبله خوب. اما همین که میخواستم برستم بونگا آخ قلبم چی قلبم گرفت من بمیرم واسه اون قلبت هی بهت میگم هرس نخور 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 خب چی کار بخور بیا دست درد نکنم تو اگه نگران شوهرت بودی یا نمیرفتی اونور دنیا ماما مگه دروغ میگم خیلی خوب چشم خب میموندیم پیش شوهرت مواظبش میشودی حالا اشکال نداره خال قیزی ببین چشم. این پومادو بعدن به ما شوهرت ویل کردین رفتین بیچاره مرش شده میرونه میرون میشی به مال بخوده چی؟ واسه چی نداره الان داشتم میمالدم هزار روز زخم و زگیل داشتی به مال کمترین ضررش اینه که لطیف میشی زگی هم گرفتم بعدشم تو کی بیماری قلبی داشتی ما خبر نداشتیم وای نه خدا رو شکر قلب بابای من این ساعت کار میکنه ماشاءالله ولی سارا جون بالاخره این ساعت قدیمی هم یه روزی به پت پت میفته خدا نکنه بعدش چی شد بگو بعدش با اون قلب ناراحت تو اتوبان بالاخره با هزار زحمت زدم کنار خب با هزار مکافات پیاده شدم داد زدم کمک اومدن کسی اومد کمکتون؟ آره یه ماشین واسداد دو نفر از توش پیاده شدن خدا خیرشون بده آره منم خوشحال شدم ولی بعد فهمیدم جفتشون دزدن خدا نعلتشون کنه آقا تا اومدم به خودم بپیچم منو انداختن صندوق آقا یهو چشم باز کردم دیدم کجام توی موتورخونه تای باغ بزرگ
توی غافلگیری فرصت بهم دست داد که با اینا دست پنجه نرم کنم. آقا دیدم 2-1 زدی؟ خوردم. تا اینجا که میتونستم منو زدن، زدم به پک و پلوم، بیوشم کردن، دست بال منو بستن، انداختن تو همون موتور. خدا نابودشون کنه. اما یکیشون خالقش خیلی با معرفت بود. تا اون یکی رفت نگاه کرد، اومد دست بال منو شل کرد که من بتونم در برم. خدا خیرش بده شالله. بعدش هم یه لقت زد به پلوم که نتونم دنبالشون تعقیبشون کنم. این میمون بوده. بابا ولش کن منو ببین. این قصه یک کم شبیه این فیلمای پلیسی عجیب غریب نی؟ آره آره راست میگه عجیبه، برای منم عجیب بود، ولی باور کن حقیقتو دارم میگم. نه این همه موارد پشت سرم میگه، پشت سرم پشت سرم، یک کم همچی عجیبه. نه کامران خان راست میگه، منم باورم نمیشه شما تونستی یه شبانه روز بدون آب و غذا دووم بیاری. میگم ما امنام بابات ساده ای تو، اما از کجا معلوم بسی این فیلمای سینمایی اینا رو با من نگفته که یکی از اون باش غذا مینداخته میخورده؟ نه دیگه بار کن آفاق، من با هزار زحمت تونستم این دستا رو وا کنم، از اون دخمه بزنم بیرون. همین که اومدم بیرون ها گشت و پلیس دیدم. بس دیگه. چیه؟ و دایی یه جوری اسفند دود میکنه که گلومون سو خرکی ندونه، فکر میکنه تو این خونه چه خبره حالا. اسفند ناراحتش تو چی میفهمی اسفند چی آخو؟ نظر باطل میکنه، بعدن میکروب کشه، این چشم حسود میتره کنه، خیلی هم خوبه. لادنه با شما. لادنه لادن جون، عروس گلم کجایی تو که بیای ببینی چه پسر پدر شوهر تو کشته بودن منو. الان کامران خان بابات اینجا این نبود اینقدر مشتبه. آخه اینجا که چیزی نیست، اصلا چی هست؟ چه میدونم بابا، میگه سی دیه کاتالوگه. خب برو بگو خسارتشو میدم. لکی نیست یارو. تو با حتی پیدا کردم میام پست میدم، نمیخوام واسه خودم که. ببین یه چیزی زبون نفهمی که تو اصلا نمیدونی. من میترسم برم اون دفعه یه چیزی بهم بگه بزنم سرصورتشو بیارم پایین واسه خودم برداشه. ببینم تو اون روز کوله رو برداشتی چیزی نهیدی نذاشتی اینجا، همه چی گذاشتی تو همه گذاشتم تو کوله دیگه. قضی مزی نرفت سرش؟ اتفاقا قضی جمعش کرد. من کجا بدم؟ ببینم اگه من به همش حرف بزنم بفرستمش بره به میگی بابا واسه چی خونه رو فروخته؟ من کجا بدونم بابا خونه رو واسه چی فروخته؟ آره یعنی تو نگفته. بابا که کارا شما میگی این دفعه دومش بشه. ببین سارا یه زحمت بکش تو برو دقیقه در بهش بگو که بگو پیدا میکنم بهت میدم، حالا من نمیدونم کجاست. چشم، دست شما در نکن. فقط هم یه بارا. یه لیوان شربت بخور. نمیخورم مامان، میخورم بس. چرا چرا میخورم؟ بده بده پرش کن. دستم در نکن. سلام. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ بفرمایین تو. مزاحمتون نمیشم، اگه میشه لطف کنید بگین شوهرتون بیاد دم در. منظورتون دانیاله؟ خانم من چه میدونم اسمش چه کوفتی، هر چی هست بگی میاد دقیقه دم در. خب آخه اون که شوهرم نیست، برادرمه. خب همون اون که برادرتونه رو بگین دقیقه بیاد دم در. بفرمایید شربت میل کنین، ایشون هم الان میاد. متشکرم، میل ندارم. خواهش میکنم، آقا هوا گرمه این خنکه. ممنونم. خواهش میشه لطفاً بگین بیان دم در. بله شما میل کنین الان میاد. حالا اون مدارک مربوط به چی هست اصلا؟ اون مدارک مربوط به معماری و طراحی داخلی چینیه. آه. که من خودم از چین از شرکت آوردم. چه جالب. شما وقت معماری خوندی؟ بله بله. چه خوب، منم عمران میخونم، البته سال آخرم. آفرین آفرین، حالا لطفونین مدارکو بیارین. الان که دیگه عصبانی نیستین؟ ای بابا نه خانم، خیلی هم خوشحالم. ببینید چه عالی، چون بعد بهتون میگم که از مدارک خبری نیست، همشون گم شدن. واقعا؟ بله ما گشتیم پیداشون نکردیم. یعنی چی خانم گشتیم پیدا نکردیم؟ من اون مدارکو میخوام، من باید اونا رو بدم شرکت، ولی اخراجم میکنن. مثل اینکه شما هنوزم ناراحت هستین، عصبی هستین. میخواین یه شربت براتون بیارم با یه آرام بخش؟ خانم شربت آرام بخش به چه درد من میخوره؟ من مدارکمو میخوام، من دارم بخاطر سهلنگاری داداشت داغون شما کارم از دست میدم. به من چه مربوطه آقا، واقعا متاسفم. خب فقط متاسفین، تاسفتون به چه درد من میخوره؟ من مدارکمو میخوام. خب بگین خسارتش چقدر میشه، خسارتشو بهتون بدم. ای بابا خانم خسارت به چه درد من میخوره؟ من میگم بعد اون مدارکو تحویل شرکت بدم. باشه پس من فرصت بدین دوباره بگردم، شاید پیدا شد. شاید پیدا شد، باید پیدا بشه. منم انقدر وامیستم تا پیدا شه، وگرنه من وگرنه چی؟
شامس که خودت بیشتر احتیاج به آرام بخش داری. آقا تشریف ببرین خونتون، جلو در همسایه آبرومون رو بردین. من میگم پیدا میکنم براتون میارم دیگه، خوبه؟ ای بابا مسکی هیچی نمیگیم، تازه بدهکارم شدیم. خانم اون مدارک فردا تا قبل از ظهر باید دست من باشه، متوجه میشین یا نه؟ برو بابا بعد از ظهر. بذار من ببینم. همه‌شون حالشون بده. تو انقدر کترک خوردی الان همه جات نیم سوزه، کلیه کبد نبد همه چی تعطیل شد. تنها راشین که خودتو ببندی باب میره، کلیت خوب بشه منو ببین. از همین خربوزه ها قدر مرتب کن حسین، اینا رو باید خوردش کنی، بعد با پوست و همین تو همه رو با هم بخور. بعد شما که صاف کنی همین پوست، همین پوست توجه کن، اینا رو می‌ریزیم به کار دارن، یه عالمه کرم میشه. یعنی اینا رو تو خارج زدن بعد میذارن سرشون، پوستشون لطیف میشه قشنگ. بعد این سیبو بردار بابا، این سیبو با موندر واسه ما درست کرد، واسه کی درست کرد؟ اوه چی ریخه حرف بزنید بابا، من چی کار کنم؟ برم چتیش کنم یا برو بیرون؟ بابا شما ترکیدیم سر من، ترکید بابات حال نداره، بس بری دیگه. من چی کار کنم؟ ببینم بابا پرسیده واسه چی پیش نه جلو معلم نمیتونم سینجیش کنم که بس بره، بعد ازش سوال میکنم. یه کاری بکن خوش ماما قضی چی میگی؟ ببین یه کاری بکن بس بره دیگه. آره او سلام و سر بود، بس بره دیگه. چی میگی؟ مهمون حبیبی خدا میخوام جا بندازم بخوابه. مهمون حبیبی خدا میخوام جا بندازم بخوابه. لیوان به لیوان بخور بدون تو، اگر حالت بد شد اسم منو حتما لیوان چی بگی؟ مردا اینجا بخوابن، زنهای من اونجا. بابا کار رو اینا کشید، ببخشید آقا مالگیری آقا اگه بریم دیگه اینجا نیستی. عدل شما نمیریم، عدل شما نمیریم. بسن میگم دیگه. پس گوسفند چی میشه؟ گوسفند و من قول میدم فردا، الان دیر وقته، قصاب فردا بیاد حالشو بگیر. خانم شما خانجا بمونه، تشریف داشته باشین. زود کجا بخواهیم؟ تشریف بیارید. خیلی لطف کردید. آره امروز را نمیندازم به فردا. ببین من فردا انجام میدم، شما تکون بخوری اعصابم به هم میدم. ناخوشه. فقط یه چیزی، اوضاع خوبه؟ الان ویزون همشی؟ اونجا دیگه. بعدن صحبت می‌کنیم، بعدن خداحافظ شما. خداحافظ، بعدن صحبت. به سلامت، به سلامت، خوش اومدید. بفرمایید، بفرمایید. بلادجا خیلی سلام برسید. شما خداحافظ. کجا تو دادی یاد؟ منم برم با کامرا سر بلادم بزنم دیگه. چی داره میگه این؟ کجا سر بزنی؟ نصف شب. یواش. عزیزم زنم واقعا موقع دلم بخواد تو هم سر بزنم، حرف می‌زنی؟ جان زشت کابراها خسته است، بخود سوارش خونه خودش زشته. چه با مثل سرم میمونه بابا؟ میدونم که الکی نمیدونم سر بزنم. بزن. مدارک پسرا چیکار کنم؟ حالا تو بگر برام اون سویچ رو سر میزنم. برو 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 بری به سلامت. خیلی خوش اومدی. چه بچه ملاحظه کاری داری. باشه بیرم. پاشو بیرم، پاشو بیرم، پاشو بیرم، پاشو بیرم، خجالت روش خرس گنده. ببین دم خونتون دارم بهت میگم، اگه خیال میکنی امشب میتونی خونه من بمونی کور خوندی. نه خودم سویت خودمون، الکی لادن و بونه کردم که کسی نفهمه. چی بشه؟ آقا جنو من لباس نداره، من میخواستم بیام خونه اونجا لباس بذارم تو اجازت بفرستم براشون. نه دروغ گفتم. میدونی چیه؟ واقعیتش اینه که بابام و داییم یه اختلافی با هم دارن. بعد بابام اینا چون مجبورن اینجا بمونن. چه اختلافی دارن؟ اختلافشون خیلی قدیمیه. میدونی چی شده؟ دایی من قدیم رفته بود خواستگاری. بعد از اون خانواده اومده بودن دم خونه ما برای تحقیق چیه اینا میگن. بعد همون روز بر حسب اتفاق آقا جون من خونه بوده، نمیدونم چی آقا جون من جواب خانواده اونا رو داده. اصلا دختره آب شد رفت تو زمین. رو همین حساب دایی از اون به بعد با بابای من شیکراب شده. و اون وقت هیچی دیگه، من گفتم که الان بیام یه دستی به سر گوش سویتمون بکشم که بابام اینا اونجا بیام بمونن، اینجا معذبن ناراحت نشن، اونجا زندگی کنن. نه موقت، حالا یه مدت اونجا بمونن تو اینکه چیز کنن دیگه. نه مگه قرار نبود اونجا رو بده به شما؟ تکلیف شما چی میشه؟ خب نه، خب اسکی متوجه نشدی حرف منو، میگم موقت، یه مدت اونجا بمونن چون اینجا معذبن. من خیالم راحت بشه داماد عزیزم. بله من دامادم. خیالم راحت بشه داماد جونم. بله راحت راحت. آوارامو یا گردش منو آسمانی تاترامو. بزنم بیندازم اما یونس خان حال روزت چطوره؟ یونس ببین چی میگم، مردا بیرم پایین بخوابن، زنه این باله بخوابن. من بالشت خودمو میبرم. ببر، من جایی داختم.
فکر کردی من دوست دارم اینجا بمونم که بشینم ولی دل این داداش گنده دماغه؟ چاره چی؟ باید یه مدتی تحمل بکنی تا من یه فکری بکنم. فوق انا دست دزبونی مرد شیر، فوق انا دست دزبونی. مامان کو؟ مامان طرحی کاتالوگ نقشه چیزی اینجا ندیدی؟ نیست، برو بیرون. با از کجا میدونی شاید اینجا باشه؟ وقتی میگم نیست نیست با من دست کن، برو بیرون. ببخش. آه تو چی میخوای بگی؟ آخه تو فکر نکردی خونه زندگی رو فروختی، من برگردم کجا باره بشم؟ آفاق جون من که به تو گفتم چه بلایی سرم اومده؟ گفتم یا نگفتم؟ چه ربطی داره؟ میگم خونه رو برای چی فروختی؟ ببین اینا رو همه رو تو را بهت گفتم، وقتی شما نبودید من همه زندگی رو فروختم، با پولش توی معامله شیرین سرمایه گذاری کردم. چه معامله؟ حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که یکی دو ماهی دیگه سود پولم چند برابر اصل پولم میشه. این مهمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به ازای هر کدوم تو یه خونه شیک بزرگ، اما مال آفا خانم فرق میکنه. میخوام یه ویلای 10,000 متری کنار دریا که پنجره رو وقتی باز میکنی این مرغای دریایی دیده مثل هشت حرکت میکنه اینجوری قارب از کنار پنجره دارد. گیرم که همینطور باشه، من یکی دو ماه آویزون کی بشم؟ مگه من مردم که تو آویزون اینو بشه؟ این حرفا چیه؟ فردا میریم بهترین خونه رو تو این شهر برات رحم میکنم. چطوره؟ این کارو باید اون موقع میکردی که این کارو نکرده بودی، نه اینکه حالا این کارو بکنی که اون کارو نکرده بودی. اینو راست میگی آفاق، اگه اون نامردها این بلا رو سرم نیاورده بودن الان تو خونه خودمون بودیم. آفاق گیر نکن بابا، تو وقتی گریه میکنی چی کشیدم اینجا وقتی چی کشیدم؟ گفتم خدایی نکرده زبونم لات رفتی زنگ گرفتم. بابا عجب هوشی تو داری، زدی تو خال، حدس درسته. زنگ گرفتی؟ بله من زنگ گرفتم، نمیدونستی؟ من یه زنگ گرفتم تمام عیار، یکی که همه زندگیمو بهش مدیونم، یکی که اگه نباشه منم نیستم. آفاق من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، خیالت راحت باشه عزیز من. آفاق خانوم یه دونه ای دردونه ای نفرستشته بیشتر من باشه. میام فردا میریم دنبال خونه. باشه تو که وقت نداری که. من میرم پیدا میکنم، تو بیا امضا بکن، بعد بری دنبال اون قضیه کلانتری. ببین تو هم امضا کنی بر من هیچ فرق نمیکنه. مالتو نداری ماما؟ نیست، هر چی میگردم پیداش نمیکنم، همش تقصیر این دانیال سربواز. من فردا جواب این پسرها رو چی بدم؟ یه دو کلام میخوای ما هم حرف بزنیم، برو بیرون. باشه پیدا کردی به من بگو دیگه. خب داشتی میگفتی میادا چی بگم با به به خانم رئیسی، خوبی شما؟ تشریف بیاریم. خیره چی شده؟ میتونم با این بو گنده پشم و پهنی که میاد خوب باشم؟ بو میاد؟ کدوم بو میاد؟ چرا دیگه بو گوسفن میاد؟ آه البته این باید بغلی هایی میدونه راسو گرفتن یه احساس خطر که میکنه. نخه این بو گنده انباری واحد دوه. کی میشینه واحد دو؟ کی میشینه؟ خودت میشینی دیگه. راست میگه ما میشینیم. خانم دست شما درد نکنه، نگذاشین نبردشین، دارین توهین میکنیم به ما.
آره؟ من توهین میکنم یا دارین شما توهین میکنین به آوردن گوسفند به من و ساکنین این خونه؟ گوسفند؟ من گوسفند دارم تو؟ من اصلا میدونم گوسفند چیه. ببین همسایگی سر جاش، یه بار دیگه این توهین رو کنی من میرم شکایت میکنم از شما. اگه تا یک ساعت دیگه این انباری تمیز شد که شد، وگرنه این منم که از شما شکایت میکنم آقای محترم. خنده داره؟ معذرت میخوام فعلا. کجا بیاریم کمک کنیم تمیزش کنیم اینجا رو دیگه؟ اتفاقا دارم میرم سوئد یه جفت کمک تمیز گازی دارم بیام کمک. نه مقدمانه بگو نمیخوام بیام دیگه. نه اسپری آنتی باکتری سوئد هم درش که اومدم. اومدید آمادما اومدی یه ذره برو سوئدت. شده تو اینجا چیکار میکنی تو خونه؟ من نبودم که من با خودت اومدم تو. تو غلط کردم اینجا تعبیرت کنم. ما چینه مادر دانیال سوسن دوباره قاطی کرده آمپر چسبونده. الان برم بالا کلا اون میکنه. یه ساعت من اینجا بمونم رفتم. سری برو بستر رفتم. خیلی برو دو تا چای بریز. خیلی فقط تو این اسکافت قند بریزم یا شیشه گفتم چای بریز. الو سلام پیک پیکالو شمشیری هستم. یه سیجی گوجهی میخواستم یه سری لباس تا نظام آباد ببره. فقط سریع ترجیحاً فرمون جوجهی باشه که ترافیک الان بتونه سریع برسونه. خیلی ممنون. خداحافظ. آباق جون کاری نداری؟ نه بودو به سلامت. من بیرونم. در نکنه داداش زحمت افتادی. خدا پدرتو بیامرزه. تو هستی اصلا خیالم جمع جمعه. خدا مادرتو برات نگه داره. اگه به خاطر تو بچه‌ها نبود می‌خواستم سر به تنش نباشه. یه وقت تو راه یه چیز بهش نگین قلبش ناراحت میفته میمیره. خدا نکنه مادر من سقه سیاه میزنی. نگران نباش آبجی. با اردشیرخان حساب داریم. با هم تسویه میکنیم. به کی رفته اینجوری کینشاتوری داره؟ به من که نرفته، نمیدونم به کی رفته. باش حرف بزن مادر من، باش حرف بزن. حرف میزنم با یونس، اما یه روز تلفاشو خودم از سرش در میارم. معلوم شد به کی رفته دیگه، به خودت رفته دیگه. به من رفته، هر کار میکنیم بکن. گرفتاری من دست اینو. آفاق میگفت واسه پیدا کردن من خیلی این در اون در زدی. حتما توقع داری برای کاری که کردی ازت تشکر کنم. آره اما نمی کنم. دندت نرم وظیفت بود که هوای خواهر تو داشته باشی. حالا میفهمم چه کار درستی کردم که نذاشتم اون دختر باهات ازدواج کنه. برای اینکه آدم به درد نخوری هستی. هفت سال که سهله، 70 سالم لالمونی بگیری و حرف نزنی یا باز من بابت کاری که کردم و ازت معذرت نمیخوام. جون به جونت کنن و زبون نفهم و بیشعور و یه دنده ای هستی. سلام صدفی جون. تو معلوم از کجایی مردی حسابی؟ نه جواب تلفن منو میدی، نه یه اسی، نه یه ایمیلی. به جون تو وقتی زنگ زدم خونه گفتم برگشتی کلی خوشحال شدم. اگه بدونی چه بلایی سر اومده دلت برام کباب میشه. خیلی خوب الان کجایی؟ هیچی دارم میرم آگاهی. آگاهی واسه چی؟ چهره نگاری و تکمیل پرونده و از این حرفا دیگه. خیلی خوب سریع بیا شرکت ها، اوضاع اینجا زیاد چنگی به دل نمیزنه. چه خبر شده؟ حقیقتش اینه که بعد از ناپدید شدن جنابالی سامدارا با معاملی که شرکت انجام داده بدبین شدن. برو سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که بری کنار بابا پختم.
شرکت خارجی جواب تماس ما رو نمیده، سایتش هم بسته است، هیچ گونه دسترسی بهش نداری. میخوای چیکار کنی؟ یعنی چه؟ یعنی که یه جای کار میلنگه دیگه. سهامدارا میگن شرکت خارجی اصلا وجود خارجی نداره. بهش بگم اگه کشکه. آقا جان میفرمایین خیلی بیجا کردید. مگه کشکه؟ بهش بگو اگه اون شرکت کاغذی باشه چی؟ آقا جان میگن اگه این شرکت کاغذی باشه چی؟ غیر ممکنه. من خودم پول معامله رو به حسابشون واریز کردم. مگه میشه همچی چیزی؟ آقا میگن غیر ممکنه، من خودم جیرین جیرین پولو واریز کردم. آقای صدری بهشون بگو به جای پیغام پسخان بیاد اینجا تکلیف ما رو معلوم کنه. آقا میگن که به جای پسخان پیسخان من شبکیر اصلا اعصاب ندارم، خودت بیا اینجا جواب تک تک اینا رو بده، من دیگه از پسشون بر نمیام. میدونی چی من دارم میگم که آره زهر ما چیه؟ این مجسمه وایسادی ماتم گیری که چی حل شد؟ بگیری بشینی داری میاد اونم دو تا چاویدو پول برو بشینی حل حله بشین. آقا آقای شمشیری در ارتباط با پروندهتون چند تا مظنون دستگیر کردیم، ازتون میخوام با دقت بهشون نگاه کنید ببینید همونا هستن یا نه. چش تشریف بیاریم همینجا لطفا میست. این دو نفری که میانو با دقت نگاه کنید. اینا بله نه اینا نیستن. مطمئنی؟ بله مطمئنم. این دو نفر هم همینطور. او خودشه جناب سرمان. کدوم؟ خودشه همین که داری میخنده. اون خنده موزیانش هیچ وقت یادم نمیره. خوب گیرید آوردن. مطمئنی؟ بله مطمئنم. ایشون جناب سروان جعفری از همکارای ما هستن. جدی میگید؟ بله. من عذرخواهی میکنم. آقا من معذرت میخوام. ببخشید. بغلیش چطور؟ بغلیش که بچه هست که جناب سروان. اینا رو هم با دقت بیشتری نگاه کنید. چشم. اونم جواب سروانه؟ چطور اگه؟ آخه داری میخنده. نه اون مظنونه. اون یکی چطور؟ اون یکی خود خودشه جناب سروان. شک نکنید. مطمئنی؟ همینه. منتها اون وسط سرش خالی بود، چشاش آبی بود، دماغش هم کوفته بود. پس این نیست. چرا؟ همینه. عرض کردم منتها اون وسط سرش خالی بود، چشاش آبی بود، دماغش هم کوفته بود. پس بالاخره این هست یا نیست؟ اگه واسه سرش خالی باشه، چشاش آبی باشه، دماغشام کوفته باشه، خود خودشه. بفرمایید تشریف بیارین بشینید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید بشینید. یه بار دقیق و تمیز برای من بگین قیافه آدم رو باها چه شکلی بود. شما سوالی میفرمایید جناب سروانا. من از کجا بفهمم چه شکلی بود؟ مگه ندیدیشون؟ نه. تا اون چش چال منو بسته بودن. جایی رو نمیدیدن. پس این چیزایی که داشتی میگفتی چی بود؟ دوست داشتم یه همچین آدمی منو بدزده. میخواستم به خاطر کمکت از یه آدم بیشوریه. شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه صد